سلام، من امیر حسین میرزا بزرگ از سایت فمکس.ir هستم و قصد دارم توی این مجموعه آموزشی شما رو با نحوه کار با نرم افزار آباکوس آشنا بکنم. همونطور که میدونید نرم افزار آباکوس یکی از نرم افزارهایی هستش که میاد با استفاده از تکنیک المان محدود مسائل حوزه مکانیک جامدات و مسائل سازه‌ای رو حل میکنه. البته نرم افزار آباکوس در این بین تنها نیست، نرم افزارهای دیگه مثل انسیس یا کامسول هم یه همچین قابلیتی رو دارن. تو این مجموعه آموزشی من میام در قالب حل یک مثال ساده شما رو با محیط گرافیکی آباکوس و ابزارهای موجود در اون و ماژولهای اون آشنا میکنم و نحوه کار با مهمترین این ابزارها رو خدمتتون آموزش میدم. بعد از اینکه ما این مسئله رو با استفاده از نرم افزار آباکوس حل کردیم، میام یه بارم با استفاده از روابط تحلیلی موجود در علم مقاومت مساله اونو حل میکنیم و بعد من نشون میدم که حلی که با استفاده از آباکوس انجام دادم حل درستی بوده و این حل ولیدی هستش. خب، در اینجا شما فهرست مطالب این مجموعه آموزشی رو مشاهده میکنید. در ابتدا من میپردازم به آشنایی با تئوری المان محدود یا همون فاینایت المنت تئوری. بعد از اون میپردازم به آشنایی با نرم افزار آباکوس. در ادامه میپردازم به معرفی مسئله مورد بررسی. پس از اون میپردازم به حل مسئله با استفاده از آباکوس. سپس میپردازم به حل مسئله از طریق روابط تحلیلی مقاومت مساله و در نهایت هم میپردازم به مقایسه نتایج به دست آمده از روابط تحلیلی و آباکوس. همونطور که میدونید المان محدود یه تکنیک عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی هستش. توی این تکنیک مثل سایر تکنیک‌های عددی حل معادلات دیفرانسیل ما میاییم و با استفاده از یه سری روش‌هایی اون معادلات دیفرانسیل رو گسسته سازی میکنیم یا اصطلاحاً میاییم دیسکریتایزش رو میکنیم و بعد میاییم این معادلات دیفرانسیل رو تبدیل به یه سری معادله جبری میکنیم و بعد میاییم این معادلات جبری رو در کنار هم قرار میدیم و به یه دستگاهی از معادلات جبری میرسیم. یکی از مهمترین کاربردهای تکنیک المان محدود حل مسائل سازه‌ای و مکانیک جامدات هستش. در حقیقت یکی از مهمترین قابلیت‌های این تکنیک که باعث شده که خیلی امروزه بهش توجه بشه و به وفور مورد استفاده قرار بگیره این هستش که شما میتونید توی مدل المان محدود خودتون بیاین و پیچیده ترین بارگذاری ها، پیچیده ترین قیود، پیچیده ترین اندرکنش ها و پیچیده ترین شرایط مرزی رو لحاظ بکنید و از این لحاظ بیاین اون مدل المان محدود خودتون رو تا اونجا که ممکنه به اون شرایط واقعی نزدیک بکنید. خب خیلی از روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دیگه مثلا تکنیک فاینایت دیفرنس همچین قابلیتی رو ندارن و از این جهت المان محدود یک تکنیک منحصر به فردی هستش. و از سمت دیگه یکی دیگه از قابلیت‌های این تکنیک که باعث شده که امروزه خیلی مورد استفاده قرار بگیره این هستش که شما میتونین اون الگوریتم تکنیک المان محدود رو خیلی راحت تبدیل به یک کد کامپیوتری بکنید. همین مسئله باعث شده که افراد متعددی در نقاط مختلف جهان بیان و یه سری کدای تجاری رو برای حل مسائل با استفاده از تکنیک المان محدود توسعه بدن. من اگه بخوام از بین این کدهای تجاری مثال بزنم، میتونم به خود آباکوس، انسیس، الستاینا، نسرن، کامسول و مارک اشاره بکنم. همه اینها یک سری نرم افزارهایی هستن که در واقع یه عده اومدن توسعهشون دادن و حلگرهاشون از تکنیک المان محدود واسه حل مسائل استفاده میکنن. در اینجا شما یکی از پنجره های نرم افزار آباکوس رو مشاهده میکنین که زمانی که ما نرم افزار آباکوس رو باز میکنیم در ابتدا با یه همچین پنجرهی مواجه میشیم. این قسمت مربوط میشه به حلگرهای آباکوس و در واقع خب چون من دارم از ورژن 6.12 استفاده میکنم، ورژن 6.12 5 تا حلگر آباکوس استاندارد، آباکوس اکسپلیسیت، آباکوس سی اف تی و آباکوس الکترومگنتیک رو داره و شما میتونین از اینجا انتخاب بکنین که اون مدلی که میخواین روش کار بکنین قابلیت استفاده از کدوم حلگرها رو داره. در این قسمت هم عبارت آباکوس سی ای نوشته شده
آباکوس CAE در واقع همون رابط گرافیکیه نرم افزار آباکوس با شما هستش و در واقع همون محیط گرافیکی نرم افزار آباکوس هست. عبارت CAE هم در اینجا مخفف Complete Abacus Environment هستش. البته احتمالاً شما قبلاً و در جاهای دیگه ای این عبارت CAE رو دیدین. در جاهای دیگه عبارت CAE مخفف Computer Aided Engineering هستش، اما در اینجا به معنی Complete Abacus Environment هست. تو این قسمت هم یه عددی نوشته شده که اینجا نوشته شده 612 که همون ورژن آباکوس هست. من دارم از ورژن آباکوس 612 استفاده میکنم. من به نرم افزار آباکوس میرم تا این پنجره رو خدمتون نشون بدم. ببینید این همون پنجره استارت سشن هستش. من چون میخوام بیام و یک مسئله سازه‌ای رو تحلیل بکنم، باید بیام از یکی از حلگرهای آباکوس استاندارد یا اکسپلیسیت استفاده کنم و به خاطر همین باید بیام این گزینه رو انتخاب بکنم. خب من این گزینه رو انتخاب کردم. الان یه مدلی برام به صورت دیفالت درست شد که توش میتونم از حلگرهای آباکوس اکسپلیسیت یا آباکوس استاندارد استفاده بکنم. حالا من برمیگردم به اسلایدها. خب در اینجا شما پنجره اصلی محیط آباکوس CAE رو مشاهده میکنید. من میخوام بیام و یه سری از قسمت‌های مهم این محیط رو خدمتتون ارائه بکنم. این قسمت مربوط میشه به در واقع قسمت منیو بار و خب در اینجا شما یه سری سربرگ‌های رو مشاهده میکنین که شما از اون میتونین بیاین و یه سری ابزارها و پنجره‌های دیگه‌ای رو انتخاب بکنید. از این قسمت میتونین بیاین ماژول مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. همونطور که میدونین نرم افزار آباکوس یک ساختار ماژولار داره و از تعدادی ماژول تشکیل شده. شما میاین و در واقع تو هر ماژول یه سری تنظیماتی از مدل خودتون رو انجام میدین و اون مدل رو مرحله به مرحله تکمیل ترش میکنین. در این قسمت هم شما میتونین مدل مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. شما توی یه فایل آباکوس میتونین چند تا مدل داشته باشین که این مدل ها میتونن به هم ربط داشته باشن و میتونن به هم ربط نداشته باشن. مثلا یه مدل شما میتونه واسه تحلیل یه مسئله دینامیکی باشه، یه مدل دیگه تونم میتونه واسه تحلیل مسئله استاتیکی باشه که اصلا هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن و واسه کارهای متفاوتی هم درست شدن. از این قسمت شما میتونید بیاین مدل مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. این قسمت هم مربوط میشه به انتخاب پارت. ببینید توی نرم افزار آباکوس ما به هر قطعه یک پارت میگیم و در واقع شما میاین و یه سری پارت هایو مثلا طراحی میکنین، روشون بارگذاری انجام میدین و مثلا تحلیلشون میکنید. این قسمت هم درخت آنالیز یا آنالیسیس تری هست که شما یه سری از تنظیمات مدل رو به جای اینکه بیاین و اول ماژول خودتون انتخاب کنین بعد از اون ابزارهای اون ماژول استفاده بکنین و مدل رو تکمیل تر بکنین، میتونین بیاین مستقیما از همین قسمت استفاده بکنین و مدل خودتون رو از اینجا تکمیل تر بکنین و از این قسمت میتونین بیاین مدل خودتون رو ادیت هم بکنین، یعنی مثلا یه چیزی رو بخواین ریموو کنین، یه چیزی رو بخواین توش تغییر ایجاد بکنید و مثلا ساپرسش بکنین یا دوباره ریزیوم بکنید، میاین و از این قسمت اقدام میکنید. این قسمت هم مربوط میشه به یه سری گزارش هایی که خود نرم افزار آباکوس از کارهایی که شما انجام دادین در واقع ارائه میکنه. مثلا ببینین زمانی که من پنجره استارت سشن رو زدم و در واقع توش یک تنظیمی رو انتخاب کردم و در واقع اون پنجره بسته شد، یه گزارشی به همین صورت نوشته شدش که اینجا گفته شده A new model database has been created. The model model 1 has been created. ببینین اینجا یه گزارشی گفته شده که میگه یه مدل دیتابیس جدیدی درست شد و یه مدل جدیدی به اسم مدل 1 هم درست شده که این مدل 1 همین مدل 1 هستش که حالا به صورت دیفالت آباکوس برای اولین مدلی که توی یه فایل ساخته میشه اسم مدل 1 رو انتخاب میکنه و در اینجا شما این مدل 1 رو مشاهده میکنید.
حالا من میرم به نرم افزار آباکوس تا با هم دیگه یه نگاهی به همین محیط بندازیم. ببینید این همون محیط اصلی آباکوس CAE هستش که شما از این قسمت میتونید پارت مورد نظر خودتون انتخاب کنین، از این قسمت مدل خودتون انتخاب کنین، ببخشید از این قسمت میتونید بیاین و ماژول مورد نظر خودتون انتخاب بکنین، از این قسمت میتونید بیاین و مدل مورد نظر خودتون انتخاب بکنین که در واقع ما در اینجا چون که مدل دیگه ای نداریم همین مدل وان تنها گزینه است. از این قسمت هم میتونین بیاین پارت مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنین که خب ما چون هیچ پارتی درست نکردیم هیچ پارتی هم نمیتونیم انتخاب بکنیم. این قسمت هم همون انالیسیس 3 هست. در اینجا هم شما یه سری ابزار مشاهده میکنین که در واقع زمانی که مثلا من از ماژول پارت میرم به ماژول پراپرتی این ابزارها عوض میشن. البته این ابزارها از این قسمت که منیو بار هم که منیو بار هستش هم قابل دسترسی هستن. اینجا هم یه سری دیگه از ابزارهای نرم افزار آباکوس رو شما مشاهده میکنین. این هم همون دو خط نوشته ای هستش که توی اسلاید ها بهش اشاره کردم. حالا من برمیگردم به اسلاید ها. خب در اینجا من میخوام بیام و این 11 تا ماژول نرم افزار آباکوس رو خدمتتون معرفی بکنم. اولین ماژولی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول پارت هستش. تو این ماژول شما میتونید بیاین و قطعات مورد نظر خودتون رو طراحی بکنید. البته تو این ماژول ابزارهایی هم واسه اصلاح یک قطعه و اصطلاحاً پارتیشن بندی اون وجود داره. همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم توی نرم افزار آباکوس به هر قطعه اصطلاحاً یه پارت گفته میشه. این یکی از راه‌های طراحی یک قطعه در نرم افزار آباکوس هست. یه راه دیگه هم این هستش که شما بیاین و توی نرم افزارهای طراحی دیگه مثل نرم افزار کاتیا، سالید ورک، NX، پرو انجینیر یا مثلا اینونتور بیاین و اون قطعات مورد نظر خودتون رو و اون مجموعه مونتاژی مورد نظر خودتون رو ایجاد بکنین، بعد با پسوند مناسب سیف بکنین و اون فایل رو به داخل محیط آباکوس ایمپورت بکنید. و زمانی که شما این کار رو انجام بدین تمام پارت ها و قطعاتی که توی اون فایل بودن میان و توی ماژول پارت قرار میگیرن و به هر کدومشون یه اسمی داده میشه. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول پراپرتیه. توی این ماژول شما میتونید بیاین و مواد مورد نظر خودتون رو تعریف کنین و به هر پارت اختصاص بدین. مثلا فرض کنین توی یه مجموعه مونتاژی ما پارت هایی داریم که هر کدومشون از مواد مختلفی تشکیل شدن. یکیشون از فولاد تشکیل شده، یکیشون از تیتانیوم تشکیل شده، یکیشون از آلومینیوم ساخته شده. ما باید بیاین و به ازای هر ماده جدیدی که در واقع توی مدلمون هست باید بیایم و یه ماده درست بکنیم. حالا هر اسمی براش گذاشتیم، میتونیم اسم مرتبط بزنیم یا غیر مرتبط، و اون خواص ماده مربوطه رو توی تعریف خودمون بذاریم و بعد بیایم این ماده رو به اون پارت مربوطه اختصاص بدیم. مثلا فرض کنید شما یه قطعه دارین که از دو تا ماده تشکیل شده، شما باید بیایم به یه بخشش در واقع یه ماده رو اختصاص بدیم و به بخش دیگرش یه ماده دیگر رو، و قبلش باید بیاید مثلا اون ماده رو اون قطعه رو پارتیشن زده باشین و به هر کدوم از قسمتاش یه ماده رو اختصاص بدید. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول اسمبلی هستش. توی این ماژول ما میایم از پارت هایی که توی ماژول پارت درست کردیم یا حالا ایمپورت کردیم و در نهایت به هر شکلی داریمشون، میایم و اصطلاحاً اینستنس درست میکنیم و این اینستنس ها رو میایم رو هم دیگه مونتاژ میکنیم. ببینید توی تحلیل المان محدود مثلا زمانی که شما دارین میایین و میخواین یه مجموعه مونتاژی رو تحلیل بکنین، مثل فرض کنید یه ماشین مثلا، خب قبل از بارگذاری ها و قبل از اعمال شرایط مرزی و شرایط موجود در مسئله، این پارت ها نسبت به هم یه موقعیت اولیه رو دارن و بعد به دلیل بارگذاری هایی که روی مدل اعمال میشه اینها دچار کرنش میشن و جابجایی توی مدل ایجاد میشه و دیگه توی اون مختصات اولیه خودشون نیستن. ما توی ماژول اسمبلی میایم این قطعات رو توی مختصات اولیه که نسبت به هم دارن قرار میدیم و بعد بقیه فرآیند مدل سازی رو ادامه میدیم. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول استپه. توی این ماژول ما میایم نوع تحلیل، تنظیمات حلگر و خروجی های مورد نیاز رو تعیین میکنیم. این ماژول
توی هر آنالیز ماژول بسیار مهم و حیاتی هستش و اینکه شما یه تحلیلی انجام بدین که اولا نتایجش درست باشه و بعدم خیلی خوب حل بشه و در مدت زمان معقولی حل بشه، خیلیش بستگی به تنظیمات این ماژول داره و بستگی به تصمیماتی داره که شما توی این ماژول اتخاذ میکنید. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول اینتراکشنه. توی این ماژول شما میتونید بیاین قیدها، اندرکنش بین اجزا و اندرکنش بین بخش‌های مختلف یک پارت رو تعریف بکنید. خب از بین این اندرکنش ها یکی از معروف‌ترینشون همین کانتکت یا تماس بین اجزا یا بین بخش‌های مختلف یک پارت هستش که شما میتونید بیاین توی ماژول اینتراکشن اون رو تعریف بکنید. ماژول بعدی که در موردش میخوام صحبت بکنم ماژول لوده. توی این ماژول شما میتونید بیان شرایط مرزی و بارگذاری ها و شرایط اولیه خودتون رو تعریف بکنید. من یه توضیح در مورد انواع بارگذاری ها کلن بدم خدمتون. ببینین ما در فیزیک دو نوع بارگذاری داریم. یه سری از بارگذاری های ما جا به جای کنترل یا اصطلاحاً دیسپلیسمنت کنترل هستن و یه سری از بارگذاری هامون هم نیرو کنترل یا فورس کنترل هستن. توی بارگذاری های فورس کنترل ما مقدار نیرو رو میدونیم اما مقدار جابجایی نواحی که نیرو بهش اعمال میشه رو نمیدونیم. مثلا فرض کنیم ما میدونیم که به یه سطحی از مدلمون یه فشاری برابر 100 مگاپاسکال وارد میشه. خب ما مقدار نیرو رو میدونیم که برابر حاصل ضرب فشار در اون مساحت اون جزء یا المان هستش. اما جابجایی اون المان و جابجایی اون سطحی که به واسطه اعمال نیرو ایجاد میشه رو نمیدونیم و نرم افزار میاد اون معادلات رو حل میکنه و فرایند حل رو جلو میره و این جابجایی رو به ما میده. یعنی اینجا ما مقدار نیرو رو داریم و مقدار جابجایی هم نرم افزار برای ما با حل معادلات به دست میاره. یه نوع دیگه از بارگذاری هست که بهش میگم بارگذاری جابجایی کنترل یا اصطلاحا دیسپلیسمنت کنترل که در اون دقیقاً شرایط برعکسه. یعنی در واقع ما مقدار نیرو رو نداریم ولی مقدار جابجایی اون نواحی که نیرو بهش اعمال میشه رو داریم. مثلا شما تست کشش فولاد رو در نظر بگیرین. تو تست کشش فولاد میان نمونه رو بین یه سری فک‌های از دستگاه قرار میدن و اون فک‌ها رو بهشون جابجایی اعمال میکنن و خب این نمونه انقدر کشیده میشه تا اون وسطش در واقع پاره میشه و قطعه به دو قسمت تقسیم میشه. تو این مسئله در حقیقت اون بخشایی از نمونه که به فک‌های دستگاه اتصال دارن جابجاییشون مشخصه، جابجاییشون برابر جابجایی همون فک‌های دستگاه هستش اما مقدار نیرویی که توشون اعمال میشه معلوم نیست و نرم افزار باز میاد معادلات رو حل میکنه و مقدار اون نیروها رو به ما میده. تمامی این نوع بارگذاری ها رو شما میتونید بیاین توی ماژول لود تعریف بکنید. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول مشه. خب این ماژول اسمش روشه، ماژولی هستش که برای مشبندی مدل استفاده میشه. زمانی که شما میاید از ماژول مش استفاده میکنین و قطعتون رو مش میزنین، گره ها و المان ها در قالب نیتیو مش روی مدلتون ایجاد میشن. البته توی این ماژول ابزارهایی هم برای انجام اصلاحات هندسی در جهت بهتر مش زدن قطعه وجود داره و اصطلاحاً به این کارم میگن پارتیشن بندی. یعنی شما میایین مدلتون رو پارتیشن بندی میکنین، یه قطعه رو میایین پارتیشن بندی میکنین تا بتونین مش زیباتر و مش بهتر و مش با کیفیت تری رو روش ایجاد بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه صحت جوابی که شما میگیرین بسیار بستگی به کیفیت المان هایی داره که توی ماژول مش ایجاد میکنین. به خاطر همینم مش بندی و پارتیشن بندی مناسب یک قطعه اصلا خودش یک هنر هست و ما مثلا یک نرم افزارهایی رو داریم که فقط مخصوص همین مش بندی هستن. برای مثال من میتونم به نرم افزار هایپر مش اشاره بکنم که شما میتونید بیاین با استفاده از هایپر مش قطعتون رو هم پارتیشن بندی کنین و هم مش بزنین و بعد این مش رو ایمپورت کنین توی نرم افزار آباکوس و ازش استفاده کنین و سایر تنظیمات رو انجام بدین و در نهایت از مسئله ران بگیرین و به نتایج برسین. و
یه عده هستن اصلا تخصصشون همین استفاده از نرم افزار هایپرمشه و زمانی که میرن سر کار از صبح تا شب فقط قطعاتو میگیرن، مش میزنن و به واحدهای دیگه تحویل میدن و واحدهای دیگه میان رو مشه که اینا زدن یه سری تنظیمات دیگه انجام میدن و مسئله رو حل میکنن. این نکاتو گفتم که به اهمیت ماژول مش و کلا مبحث مش بندی و پارتیشن بندی اشاره کرده باشم. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول اپتیمیزیشن یا بهینه‌سازی هستش. ببینید این ماژول عملا ربطی به اون فرایند حل المان محدود نداره. تا اینجا هر ماژولی که من خدمتون اشاره کردم مربوط میشه به بخشی از در واقع اون فرایند تکمیل مدل و تکمیل مدل المان محدود. اما اینجا توی این ماژول ما عملا در واقع بخشی از تکمیل مدل المان محدود رو انجام نمیدیم. اصلا مبحث اپتیمیزیشن یه فرایند ریاضی هستش که مثلا شما فرض کنید میخواییم بیاین یک شکل یک سازه رو بهینه بکنید. نرم افزار آباکوس اومده این قابلیت رو در درون خودش اضافه کرده که مثلا میاد با استفاده از الگوریتمایی که داره یه سری ران میگیره، مثلا پشت سر هم 20 تا ران میگیره و در نهایت اون شکل قطعه یا هر چیزی که شما ازش میخواین رو بهینه میکنه. مثلا میاد ضخامت یه بخش رو بهینه میکنه یا شعاع انحنای یه فیلت رو برای شما بهینه میکنه تا اون اهدافی که شما داشتین به صورت خیلی بهتری توی مسئلتون اعمال بشن. مثلا شما قصدتون این بوده که یه فیلتی رو با یه شعاع خاصی دیزاین بکنین که در اون ناحیه تمرکز تنش به حداقل ممکن برسه. برای این کار میتونین بیاین از ماژول اپتیمیزیشن آباکوس استفاده بکنین و یه سری تنظیمات اضافه رو توی اون انجام بدین و بعد مثلا 10 تا ران از مدلتون گرفته میشه تا در نهایت فیلت با کروچر مناسب به دست بیاد. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول جابه. توی این ماژول شما میایین و در حقیقت یه جابی رو تعریف میکنین که جاب عبارت هست از مأموریت حل مدل برای اون حلگری که انتخاب شده. یعنی شما میایین واسه اون حلگر یه مأموریت حل تعریف میکنین، بعد اون جاب رو سابمیت میکنین و حلگر شروع به حل مدل میکنه و در نهایت اون نتایج رو هم به شما میده. توی ماژول جاب علاوه بر این که شما در واقع یه جاب تعریف میکنین، میاین و تعیین میکنین که حلگر آباکوس موقع حل مسئله از چه مقدار از ریسورس های سخت افزاری شما میتونه استفاده کنه. چون شما موقعی که دارین با آباکوس کار میکنین روی یک سخت افزار و روی یه کامپیوتری دارین با آباکوس کار میکنین و این کامپیوتر یه توان سخت افزاری داره، یعنی یه مقدار رم مشخص داره، مثلا 8 گیگ رم داره و یه CPU مشخصی هم داره، مثلا یه CPU Core i3 داره. اینها اون ریسورس های سخت افزاری شما هستن و شما تو این ماژول جاب میتونید بیاین تعیین کنین که آباکوس تا چه اندازه میتونه از این توان سخت افزاری استفاده کنه، مثلا تا چه درصدی از رم شما رو میتونه استفاده کنه و تا چه درصدی از CPU شما رو میتونه اشغال بکنه، که باز تنظیمات این ماژول هم به سرعت حل مسئله ارتباط دارن. خب خیلی طبیعیه که شما اگه به آباکوس اجازه بدید که از توان سخت افزاری بیشتری استفاده بکنه، این باعث میشه که مسئله شما سریعتر رام بشه. که البته این بحث اختصاص دادن توان سخت افزاری هم ظرافت‌های مربوط به خودش رو داره. ماژول بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ماژول ویژوالیزیشن هست. توی این ماژول شما میتونید بیاین نتایج حاصل از حل مدل رو حتی زمانی که بقیه مدل داره حل میشه هم مشاهده بکنید. یعنی مثلا فرض کنید شما یک مسئله رو برای ران گذاشتین، یه جابی رو سابمیت کردین و 40% ران انجام شده و داره ادامه پیدا میکنه. شما میتونید بیاین توی ماژول ویژوالیزیشن تا همون 40%ی که حل شده رو مشاهده بکنید. در حقیقت آباکوس این قابلیت رو به خودش اضافه کرده که بیاد از یه سری از اون اشتباهات خیلی سطحی که کاربر میتونه داشته باشه جلوگیری بکنه. یعنی شما میتونین بیاین جابتون رو حل بکنین، یعنی در واقع برای حل بذارین سابمیتش بکنین و بعد بذارین تا یه درصدی از حل که رفت جلو برین تو ماژول ویژوالیزیشن و ببینین که مسئلتون داری چجوری حل میشه و ببینین آیا اصلا در اون مسیری که شما میخواستین افتاده یا نیفتاده. مثلا فرض کنیم ما میخوایم شبیه سازی برخورد یه گلوله به زره رو شبیه سازی بکنیم، میخوایم این مسئله رو بیایم شبیه سازی کنیم. خب ما باید سرعت گلوله رو در جهت درستی بدیم، یعنی به سمت دیوار بدیم.
حالا فرض کنید اون موقع شما یه اشتباه خیلی ساده ای انجام دادیم و سهواً جهت سرعت گلوله رو خلاف اون جهت درستش در نظر گرفتیم و مثلا انگار داره گلوله از دیوار دور میشه. خب زمانی که شما مسئله رو واسه حل میذارین، یه ذره که رفت جلو میتونیم بیاین چک بکنیم ببینین که داره گلوله در چه جهتی حرکت میکنه، داره به دیوار نزدیک میشه یا داره از دیوار دور میشه. و اینجوری اگه دیدین که در واقع یه سری تنظیمات رو اشتباه کردین، خیلی سریع میتونین بیاین اونجا بتونو دستور بدین که متوقف بشه حل و برین تنظیماتتون رو درست بکنین و دوباره جابو از اول سابمیت بکنین. ماژول بعدی هم ماژول اسکچ هست که شما میتونید توی این ماژول یه سری ترسیمه های دو بعدی رو رسم بکنید که از این ترسیمه های دو بعدی بعدن توی درست کردن پارت ها در ماژول پارت یا پارتیشن بندی قطعات در ماژول پارت یا مش میتونه استفاده بشه. حالا من میخوام بپردازم به معرفی مسئله مورد بررسیمون. ببینید توی این مجموعه آموزشی من میام مثال تیر یه سرگیردار رو به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار آباکوس حل میکنم. در اینجا شما همون تیر رو مشاهده میکنید که از یک سمت گیردار شده و از سمت دیگه یه نیروی عمودی متمرکز داره بهش وارد میشه. ما میایم این مسئله رو با استفاده از نرم افزار آباکوس حل میکنیم و جوابهایی که به دست آوردیم رو با روابط تئوری موجود در علم مقاومت مصالح چک میکنیم، چون ما برای مقدار جابجایی در واقع سر تیر یعنی جابجایی این بخش یه سری روابط تحلیلی داریم که درست هم هستن، یعنی با نتایج تجربی میخونن. حالا ما میخوایم بیایم و نتایج حاصل از حل نرم افزار آباکوس رو با نتایج تحلیلی خودمون مقایسه بکنیم. خب حالا ما رفتیم سراغ حل مسئله با استفاده از آباکوس و الان من میخوام توضیحات ماژول پارت رو خدمتون بدم. ببینید من میخوام بیام و یه قطعه درست بکنم که همون تیرمون هست و در واقع مدل سازی رو از اینجا شروع بکنم. برای طراحی یه قطعه توی ماژول پارت شما باید بیاین از آیکون کرییت پارت استفاده کنید. زمانی که از آیکون کرییت پارت استفاده میکنین پنجره کرییت پارت براتون باز میشه و شما در این قسمت بعد اسم پارتتون رو بنویسین که من اسم بیم رو براش انتخاب کردم. بعد باید فضای مدل سازیتون انتخاب بکنین که من 2D پلانر یا دو بعدی رو انتخاب کردم. بعد باید به نوع قطعتون رو انتخاب بکنین که در واقع چون من قطعم تغییر شکل خواهد داشتش باید بیام تایپ دیفورمبل رو واسش انتخاب کنم و در واقع در اینجا هم بیس فیچرش رو وایر در نظر گرفتم. شما زمانی میایین از وایر استفاده میکنین که در واقع دارین یک تیر و یا یک خرپا رو مدل میکنید. در این قسمت هم من اپروکسیمیت سایز رو روی 5 گذاشتم که اپروکسیمیت سایز مربوط میشه به سایز صفحه ترسیم اسکچمون که در واقع همونطور که مشاهده میکنین من اینجا واحدی نذاشتم، یعنی نذاشتم 5 متر یا 5 میلی متر یا 5 سانتی متر یا 5 اینچ یا 5 فوت. در واقع آباکوس واحد نداره، شما باید خودتون اون سیستم واحدی که در نظر دارین و با هم باید سازگار باشن واحدا رو تو ذهنتون داشته باشین و بعد بر اون اساس بیاین این عددا رو وارد بکنید. در اینجا من چون که سیستم متریک رو در نظر گرفتم و برای طول واحد متر رو در نظر گرفتم، اینجا میام عدد 5 رو می‌نویسم که 5 به معنای 5 متر هستش. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این پارت رو درست بکنم. خب من میام روی آیکون create part میزنم، اسم پارت هم میذارم بیم، مدلینگ اسپیسش رو میذارم 2D planner، type deformable، base feature wire، اینجام 5 رو میذارم و continue رو میزنم. حالا برمیگردم به اسلاید ها. خب همونطور که مشاهده کردیم ما وارد صفحه اسکچ شدیم و من باید یه همچین اسکچی رو رسم بکنم که یه خط صافه و طولش هم 2 هست که همون 2 متر میشه و در نهایت هم ما به یه همچین پارتی میرسیم. خب من اول میام مبدأ مختصات رو برای خودم مشخص میکنم، چون ببینید اینجا وقتی من کلیک میکنم یا میخوام چیزی انتخاب کنم هیچی انتخاب نمیشه، یعنی در واقع مبدأ مختصات ندارم، ولی چون میخوام برای اینکه کار خودم رو توی ترسیم راحت بکنم باید یه مبدأ مختصات داشته باشم، میام و یه مبدأ مختصات خودم درست میکنم. میام از
create isolated point استفاده میکنم. اینجا مختصاتش رو 0 و 0 میزنم و enter رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنین یه نقطه ایزوله توی 0 و 0 ایجاد شد. حالا دکمه escape رو میزنم تا از این ابزار خارج بشم. بعد میام روی ابزار add constraint میزنم، فیکس رو انتخاب میکنم و نقطه ایزولم رو فیکس میکنم. همونطور که مشاهده میکنین در اینجا یه علامتی نشون داده شد که به معنی فیکس شدن این نقطه است. علت این کارم که میکنم این استش که چون میخوام خیالم راحت باشه که زمان که سری اصلاحات دیگه تو مدل انجام میدم و در واقع یه تغییراتی نسبت به این میدم، یهو باعث جابجایی همین نقطه‌ام نشه. حالا میام این پنجره اد کانستریت رو میبندم و دکمه اسکیپ رو هم دوباره میزنم. میام از دستور create lines connected برای کشیدن اون خط استفاده میکنم. بعد دوباره دکمه escape رو میزنم. بعد میام روی add dimension میزنم. میخوام سایز این خط رو تعیین بکنم. عدد 2 رو تایپ میکنم. enter رو میزنم. همونطور که شما مشاهده میکنین چیزی که ما کشیدیم به رنگ سبز در اومد که در واقع این به معنی این هستش که این اسکچ ما قیدگذاری کامل شده و در واقع هم تمام اندازه هاش و هم موقعیتش تو فضا کاملا فیکس هستش. من دوباره دکمه اسکیپ رو میزنم و حالا دان رو میزنم. این همون در واقع پارتی هستش که ما میخواستیم. همونطور که شما اینجا مشاهده میکنین یه پارتی هم به اسم بیم اینجا درست شد. حالا من برمیگردم به اسلاید ها. من باید بیام و در ادامه کار برای این مدلم یه ماده تعریف بکنم و بهشون رو اختصاص بدم. من فرض کردم که تیرم از جنس فولاده و فرض کردم که بارگذاری ما اونقدر شدید نیست که باعث بشه که تیر من بره وارد ناحیه پلاستیک بشه و به خاطر همین فقط واسهش ماده الاستیک رو در نظر گرفتم و اومدم یه ماده درست کردم به اسم استیل. متریال بیهیویرش رو فقط الاستیک در نظر گرفتم و در حالت الاستیکی که آیزوتروپیک هم هست فقط شما باید دو تا ثابت ای و نور رو تعیین بکنید که در واقع فولاد از اونجایی که مدول یانگش 200 گیگاپاسکاله و ما چون سیستم متریک رو در نظر گرفتیم واحد مدول یانگ پاسکال هست، من اینجا باید 2 ضرب در 10 به توان 11 یا 209 رو بدم. نسبت پوآسون فولادم که 3 دهم هست و چون یه نسبته اصلا ربطی به سیستم آحادی که شما انتخاب میکنین نداره. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این ماده رو تعریف کنم. میام به ماژول پراپرتی create material رو میزنم، اسم ماده رو میذارم استیل، مکانیکال الاستیسیتی الاستیک، خاصیت الاستیک برای ماده انتخاب شد. اینجا 209 رو میزنم و اینجا هم 3 دهم رو میزنم و بای دیفالتش هم روی آیزوتروپیک هست. حالا اوکی رو میزنم. در اینجا من برمیگردم به اسلاید ها. خب حالا من باید بیام و از متریالی که درست کردم یه سکشن درست کنم و بعد این سکشن رو اختصاص بدم به قطعم. اومدم یه سکشنی درست کردم به اسم سکشن 1، کاتگوریش بیمه، تایپش بیمه و در اینجا هم تنظیمات جانبیشو گذاشتم روی دیورینگ انالیسیس و بعد در اینجا من باید یه پروفایل درست بکنم که همون پروفایل تیرم هست و اومدم یه پروفایل مستطیلی رو در نظر گرفتم که ارتفاعش 300 متره و عرضش هم 500 متره، یعنی در واقع طولش 500 متره و عرضش 300 متره و در اینجا اسم متریالی که باید بهش اختصاص داده بشه رو انتخاب کردم که خب ما فقط استیل رو در واقع درست کرده بودیم که همینم هم بهش میدیم و سیکشن پویسون ریشیو رو هم میذارم روی 3 دهم و در نهایت هم این سیکشن رو اختصاص میدم به تیر. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این کارها رو انجام بدم. میام روی create section میزنم، اسمشو میذارم section 1، category beam، type beam. حالا بعد چون ما قبلا پروفایل ایجاد نکردیم از همین آیکون create beam profile میتونیم بیایم و پروفایل مورد نظر خودمون رو درست بکنیم. اسمشو میذارم profile 1، shapeشو میذارم rectangular، continue رو میزنم و در اینجا 500 رو تایپ میکنم و بعد در اینجا هم 300 رو و اوکی رو میزنم. اینجا سیکشن
سکشن پویسون ریشیو رو میذارم روی 3/10 و اینجا همونطور که مشاهده میکنین ماده استیل به صورت اتوماتیک انتخاب شد و من اوکی رو میزنم. حالا باید بیام این سکشن رو اختصاص بدم به پارتم. میام روی اساین سکشن میزنم، اولین تیک رو بر میدارم، بعد کل قطعه رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنین کل قطعه قرمز رنگ شد. دان رو میزنم، اینجا سکشن ما خودش انتخاب شده. تایپش خب همونطور که ما گذاشته بودیم بیم هست و متریال مربوط به این سکشن هم استیل هست. اوکی رو میزنم و همونطور که مشاهده میکنین رنگ قطعه ما از حالت خاکستری و بیرنگ به رنگ سبزابی یا همون آکوا تغییر کرد. حالا من برمیگردم به اسلاید ها. حالا ما باید بیایم اینجا جهت 1 و 2 عمودی رو تعیین بکنیم. ببینید زمانی که شما داشتین پروفایل تعریف می‌کردین اینجا یه جهت 1 و یک جهت 2 داره. حالا ما باید بیایم توی در حقیقت ادامه کار بیایم این جهت 1 و 2 عمودی رو برای آباکوس تعریف بکنیم. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا در واقع جهت 1 و 2 عمودی رو مشخص کنم واسش و در نهایت به یه همچین شکلی برسم. میام روی assign beam orientation میزنم، کل قطعه‌مو انتخاب میکنم، دانو میزنم و در اینجا جهت 0/0-1 رو برای راستای N1 در نظر میگیرم، اینتر رو میزنم و خودش اومد جهت 2 رو محاسبه کرد و الان کل جهت‌ها رو داره به ما نشون میده. ببینید فلسفه این محاسبه به این صورت هست که زمانی که شما یه تیر رو رسم میکنین نرم افزار خودش تو خودش جهت مماسی یا همون تنجنشیال که با علامت تی هست رو خودش محاسبه میکنه. شما باید جهت 1 رو بهش بدین تا در حقیقت از ضرب کراس تی در N1 N2 به دست بیاد، که این قضیه خیلی شبیه همون دستگاه مختصات فرنه که توی درس ریاضیات 2 تو دوره کارشناسی هستش میمونه. حالا من اوکی رو میزنم. اینجا الان جهت N1 و N2 هم به قطعه ما داده شد و من در اینجا برمیگردم به اسلاید ها. ببینید تا اینجای کار ما ماژول پارت رو تی کردیم، ماژول پراپرتی رو هم تی کردیم. حالا میریم سراغ ماژول اسمبلی و میخوایم بیایم در حقیقت از پارت خودمون یه اینستنس درست کنیم. خب در اینجا شما همون پارت ما که بیم هست رو مشاهده میکنین که من انتخابش کردم و میخوام از این پارتی اینستنس درست بشه، در اینجا هم گزینه دیپندنت رو انتخاب کردم. ببینید دیپندنت به معنی وابسته بودن دیگه. یعنی چی؟ یعنی تا آخر آنالیز اون اینستنس ما به پارتمون وابسته خواهد بود. یعنی شما کوچکترین تغییری تو پارت بدین، چه تو ماژول پارت چه تو ماژول مش، این تغییر توی ماژول اسمبلی و سایر ماژول هایی که بعد از اسمبلی هستن که شامل استپ و لود و اینتراکشن میشه تو اونا لحاظ خواهد شد و این تغییر داده شدن هم به صورت اتوماتیک اعمال میشه. در اینجا من گزینه دیپندنت رو انتخاب کردم که البته دیپندنت یا ایندیپندنت میذاشتم که ایندیپندنت به معنی عدم وابستگیه و به این معنیه که اینستنس از پارت مستقل خواهد بود و شما هر تغییری تو پارت بدین تو اینستنس دیگه منعکس نمیشه. این تغییری که من در واقع این تنظیمی که در نظر گرفتم اثر خاصی در اینجا تو این مثال ساده توی آنالیز ما نداره. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا اینستنسمون رو درست بکنم. خب در اینجا دکمه اسکیپ رو میزنم، میرم به ماژول اسمبلی، میام روی آیکون اینستنس پارت، بیم انتخاب شده از نوع دیپندنت، اوکی رو میزنم. حالا اینستنس ما در اینجا ایجاد شد که آبی رنگم هستش و من در اینجا برمیگردم به اسلاید ها. خب ببینید ما چیزی که میخواستیم مدل بکنیم یه تیریه که مقطعش مستطیل شکله، اما تا اینجا آباکوس داره به ما یه وایر و یه سیمی که اصلا هیچ ضخامتی در هیچ جهتی نداره رو نشون میده، ولی ما یه همچین شکلی رو میخوایم ببینیم. برای این کار ما باید بیایم توی پنجره پارت دیسپلی آپشنز و در حقیقت در اینجا تیک رندر بیم پروفایلز رو بزنیم تا در حقیقت این تیرهای ما پروفایلاشون اعمال بشه روی شکلشون. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این کار رو انجام بدم. میام روی ویو،
Assembly Displays Options و بعد Render Beam Profiles رو میزنم. در اینجا شما میتونید یه اسکیل فاکتور تعیین کنید که این در واقع میزان بزرگ نمایی رو نشون میده. اپلای رو میزنم و همونطوری که مشاهده میکنید این سیم ما کلوف شد و حالا من میام روتیتش میکنم یا میچرخونمش و مشاهده میکنید که اون مقطع مکعب مستطیلی در اینجا نشون داده شده. که برای روتیت کردنم شما باید بیاین همزمان کلیدهای کنترل و آلت رو بزنین و بعد با دکمه سمت چپ ماوس بیاین و تیرتون رو حرکت بدین و اون پارتتون رو حالا جابجا بکنید. چون که عملا این سطح ها سطح های مجازی هستن و المان بیم به معنی واقعی کلمه ضخامتش در دوتا بعد دیگه صفر هست، این شکل عملا اثری روی مدل سازی ما نداره و به کار ما هم نمیاد. من فقط میخواستم صرفا به شما نشون بدم و این برای این در واقع در نظر گرفته شده که در حقیقت شما بتونید چک بکنید اون پارت خودتون رو. من میام این تیک رو بر میدارم، اوکی رو میزنم و دوباره پارتم رو برمیگردونم به اون حالت قبلی. در اینجا من برمیگردم به اسلاید ها. خب حالا میرسیم به ماژول استف و من میخوام تنظیمات مربوط به این ماژول رو خدمتتون توضیح بدم. ما برای انجام هر آنالیزی توی نرم افزار آباکوس اول باید بیان واسش استپ درست کنیم و حداقل باید مثلامون شامل یک استپ باشه. منتها زمانی که شما کلن هر مدلی رو تو آباکوس درست میکنین، یعنی یه مدل دیتابیس درست میکنین، یه استپی به اسم استپ اینیشیال براتون درست میشه که در واقع آباکوس اینو به صورت اتوماتیک درست میکنه و هدف از درست کردنش این هستش که در حقیقت شما میتونین بیاین شرایط اولیه مسئلهتون مثل سرعت اولیه و دمای اولیه و یا هر مقدار اولیه دیگه که حالا چه میتونین رو از طریق سابروتین مثل سابروتین یوفیلد اعمال بکنین، چه باز یه سری تنظیمات دیگه تو خود آباکوس هست برای اعمال شرط اولیه، تو این استپ تعریف میشن. در اینجا خب شما میتونین بیاین و برای اون استپی که میخواین تعریف کنین اسم بذارین و من برای این آنالیز استپ استاتیک جنرال رو در نظر گرفتم. همونطور که شما مشاهده میکنین اینجا انبوهی از استپ ها تو نرم افزار آباکوس وجود داره که در حقیقت بر طبق تحلیل و فیزیک مسئله شما میتونین بیاین یه دونه از اینا رو انتخاب کنین و در واقع بذارین توی مسئلهتون. البته ما آنالیزهای چند استپ هم داریم که بهشون میگن مولتی استپ آنالیزیس که مثلا شاید یه تحلیل میتونه بالغ بر 100 استپ باشه که حالا ایجاد این نوع مدل ها خودش در واقع روش های خاص خودشو داره. علت این که من اومدم استپ استاتیک جنرال رو انتخاب کردم این بودش که خب مثلامون استاتیکی هست. یه توضیح کوتاهی در مورد این استپ خدمتتون بدم. ببینید این استپ استپی هستش که قدرت حل مسائل به صورت غیر خطی رو هم داره، یعنی هم میتونه خطی تحلیل کنه هم غیر خطی، و همین که این استپ رو شما واسه انجام تحلیل شبه استاتیکی مثل تحلیل شکل دهی و متال فورمینگ هم میتونین استفاده کنین، یا مثلا واسه شبیه سازی یه سری تستای آزمایشگاهی تو نرم افزار آباکوس مثل تست کشش یا تستایی که مربوط به بتون و اینها میشه، شما میتونین بیاین از این استپ استفاده بکنین و حلگر این استپ هم در واقع حلگر آباکوس استاندارد هست. یه نکته دیگه که در موردش باید بگم این هستش که تو این استپ اثرات اینرسی حساب نمیشه، یعنی خب میدونیم که اثرات اینرسی به دو دلیل، یکی وجود جرم یکی وجود شتاب. شما اگه بیاین مثلا واسه اجسامتون تو تحلیل جرم تعریف کنین، چگالی تعریف کنین یا در واقع ماس پوینت بهش بدین، اصلا اثری توی حل نمیذاره به خاطر اینکه اون بر شتابی محاسبه نمیشه که بخواد ضرب در این بشه و اثرات اینرسی رو لحاظ کنه. اینه که به خاطر همین هم هستش که من توی ماژول پراپرتی چگالی تعریف نکردم، چون تا همینجا کافیه و چگالی هم اگه تعریف بکنین هیچ اثری تو تحلیلتون نمیذاره، مگر اینکه شما بارگذاری رو در واقع تو مسئلهتون استفاده کنین که وابسته به جرم باشه، مثلا نیروی گرانشی، مثل نیروی گریز از مرکز که اینا همشون وابسته به چگالی هستن و تو فرمولاسیونشون چگالی لحاظ میشه. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این استپ رو درست بکنم. میام توی ماژول استپ، توی کرییت استپ میرم، اسم استپمو میذارم لودینگ. حالا شما هر اسم دیگه خاصی میتونید انتخاب کنین، بقیه تنظیمات هم که سر جاشه و بای دیفالت هم استاتیک جنرال
انتخاب شده، چون این استپ میتونم بگم تقریبا پرکاربردترین استپ توی نرم افزار آباکوس هست و همه تحلیل استاتیکی رو معمولا با این انجام میدن، مگر اینکه شما بخواید یه تحلیل استاتیکی خاصی رو انجام بدین که مجبور میشین از تحلیل استاتیک ریکس استفاده کنین. اما چون تحلیل ما یه تحلیل متداول هست، همین استپ استاتیک جنرال جواب میده. من کانتینیو رو میزنم. حالا میرم به اسلایدها تا در مورد تنظیمات این پنجره صحبت بکنم. خب اول میپردازم به سربرگ بیسیک. ببینید تو اینجا ما یه تنظیم تایم پریود داریم که من در اینجا عدد 1 رو گذاشتم. تایم پریود در واقع مدت زمان تحلیل رو نشون میده، که چون که من الان اومدم از سیستم متریک استفاده کردم، اینجا واحد ثانیه خواهد بود. و البته همونطور که میدونین توی مسائل استاتیکی عملا زمان مطرح نیست. چرا؟ چون ما فرض کردیم که بارگذاری آروم آروم وارد میشه تا در نهایت به مقدار نهایی خودش میرسه، و چون آروم آروم وارد میشه هیچ شتاب و سرعت و اثرات اینرسی توی مسئله نمیاد. این تایم پریودی که اینجا مشخص شده در واقع برای این هستش که چون استپ استاتیک جنرال قابلیت حل هم مسائل خطی و هم مسائل غیر خطی رو داره، این تایم پریود واسه کنترل کردن روند حله. یعنی در واقع چون که خب حل ما عددی هست، نرم افزار میاد این تایم پریود رو به یه تعداد نمو زمانی میشکونه و به یه تعداد اینکریمنت اینا رو میشکونه و تو هر اینکریمنت مسئله رو حل میکنه و بعد یه اینکریمنت دیگه میره جلو تا در نهایت در اینکریمنت آخر کل بار به مسئله وارد شده و تحلیل کامل شده و شما میتونید جوابای نهایی رو ببینید. اگر من اینجا جای 1.5 یا 1.1 هم میذاشتم هیچ فرقی نمیکرد. در واقع این به این معنی هستش که فقط از شما یک عددی میخواد تا باهاش بتونه روند حل رو کنترل بکنه. اینجا شما تنظیم NLGEOM رو میبینین که LNGEOM به معنی Non-Linear Geometry هست، که اگر روی آف باشه اثرات غیرخطی هندسی لحاظ نمیشن، اگر روی آن باشه اثرات غیرخطی هندسی لحاظ میشن، که خب این باعث میشه که دقت حل بالا بره و تو خیلی از مسائل اصلا این باید آن باشه. مثلا توی مسائلی که شما یه بارگذاری غیرخطی دارین، یه شرط مرزی غیرخطی دارین، یه اندرکنش غیرخطی مثل تماس دارین، این باید آن باشه، چون که اینا همشون نان لینیاریتی توی مسئله وارد میکنن. از این که بگذاریم میرسیم به سربرگ اینکریمنتیشن که تنظیم اولش تایپ هست، که در واقع میگه میخواین جلو رفتن نموهای زمانیتون با نمو زمانی ثابت باشه یا اتوماتیک. اگر روی اتوماتیک باشین، حلگر با توجه به تنظیماتی که شما واسش در نظر گرفتین میاد یک عددی رو در نظر میگیره و میره جلو. اما تو حالت فیکس خب شما یه نمو زمانی رو، یه مقداری رو مشخص میکنین، یه دلتا تی مشخص میکنین و بر اون اساس مسئله حل میشه. در این قسمت هم شما باید ماکسیموم نمبر اف اینکریمنت رو تعیین بکنین، که من اینو گذاشتم رو 10000 که شما حد اکثر تعداد نموهای زمانی واسه حلگر تعیین میکنین، که خب این واسه این هستش که حل ما افیشنت باشه. تو این قسمت هم شما میان بازه مربوط به نمو زمانی رو، بازه مربوط به مقدارش رو تعیین میکنین، که من اینجا تعیین کردم که نمو زمانی اولمون که همون اینیشیال هست باید 1/10 باشه، ماکسیمومش باید 1/10 باشه و مینیمومش هم 1e^(-9) باشه. کلا توی انواع آنالیز هایی که شما با استپ استاتیک جنرال انجام میدین، عدد 10^-9 عدد مناسبی هستش. خب حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این تنظیمات رو لحاظ بکنم. در اینجا آن رو انتخاب میکنم، میام تو اینکریمنتیشن، اینجا 10000 رو انتخاب میکنم، اینجا 1/10 رو انتخاب میکنم، در این قسمت هم 1/10 رو انتخاب میکنم و در اینجا 9 رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. حالا برمیگردم به اسلاید ها. یه نکته دیگه در مورد این مقادیر خدمتون بگم این هستش که ببینین شما باید این مقادیر رو یه جوری بدین که با هم همخونی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر اومدیم تایم پریود رو تقسیم بر ماکسیموم تایم اینکریمنت کردیم، یعنی حتی اکثر مقدار نمو زمانی کردیم، باید از این عدد کمتر بشه، نه اینکه این عدد از تقسیم این عدد بر این عدد کمتر باشه، چون وقت غیر منطقی میشه. یعنی الان ببینیم ما اومدیم 1 رو تقسیم بر 1/10 بکنیم، میشه 10، که از 10000 کمتره و این خب معقول و درست هستش.
اینجا من اومدم و روی یک نموداری این نحوه حل مسئله رو توضیح دادم که شروع حل از تی مساوی صفر و تا تی مساوی تی جلو میره. در اینجا هم ما در نمو زمانی آیوم هستیم که مقدارش دلتا تی آی هست و از تی آی تا تی آی به اضافه یک ادامه پیدا میکنه. در مورد این نمودار روابطی که میشه نوشت این هستش که تی مساوی سیگمای آی مساوی یک تا ان دلتا تی آیا هستش، یعنی مجموع نموهای زمانی آخر سر باید بشه تی بزرگ، و دلتا تی آی بین دلتا تی مینیمم و دلتا تی ماکسیمم هست که ما اینو هم تعیین کردیم، و ان هم باید این ان که در واقع تعداد نموهای زمانی است باید کمتر از ماکسیمم نمبر اف اینکریمنتس باشه که ما این رو هم روی 10000 گذاشتیم. حالا من میخوام برم سراغ تعیین خروجی های حل. ببینید ما در نرم افزار آباکوس دو نوع خروجی داریم، هیستوری آوتپوت و فیلد آوتپوت، که اینا هر کدومشون در واقع کارکردهای خاص خودشونو دارن. الان من میخوام بیام فیلد آوتپوت مشخص کنم. چند تا چیزی که در مورد فیلد آوتپوت ها باید بگم این هستش که یکی اینکه اینها در هر استپی میتونن جداگانه دوباره تعریف بشن، یعنی در واقع تعریفشون بستگی به استپ هست که من اینجا اومدم توی استپ لودینگ این فیلد آوتپوت رو تعریف کردم. دومینش هم اون ناحیه‌ای هستش که در واقع خب خروجی‌ها رو می‌خوایم ازش بگیریم، یعنی مثلا شاید شما یه بخشی از مدل اصلا خروجی‌هاش واسهتون مهم نباشه و می‌خواید توی یه بخش دیگه فقط خروجی‌ها رو داشته باشین، اینجا می‌تونین انتخاب کنین که از چه بخشی خروجی‌ها رو می‌خواید. مطمئنا اینو گذاشتم روی هول مدل، یعنی از کل مدل، و در اینجا شما فرکانس ثبت نتایج به دست اومده رو باید تعیین بکنین، چون ببینید در واقع آباکوس در هر نمو زمانی میاد و تنش و کرنش و جابجایی رو حساب میکنه و بسته به حالا سایر پارامترهایی که شما واسش مشخص کردین میاد اونها رو هم در اون نموهای زمانی حل میکنه. منتها در مورد ثبت نتایج در واقع شما میتونید تعیین کنین که تو هر چند اینکریمنت نتایج ثبت بشن. چرا؟ چون اگه شما مثلا یه تحلیل خیلی سنگینی داشته باشین و بخواید در تمام نموهای زمانی در واقع خروجی‌ها رو داشته باشین، خب شاید حجم خروجیاتون خیلی بالا بره. میتونید این تعیین کنین که آقا تو هر چند اینکریمنت یه بار در واقع بیا واسه من نتایج رو ثبت بکن، که من اینجا چون که البته تحلیلمون خیلی تحلیل کوچیکی بوده گذاشتم روی حالا هر نمو زمانی خروجی ها رو ثبت بکنه، ولی شما میتونید این عدد رو تغییر بدین و مثلا بگید من تو هر نمو نمیخوام، من تو هر سه تا نمو میخوام. اینجا میتونید عدد 3 رو بذارید. در این قسمت هم شما میایین اون پارامترهایی که به عنوان خروجی میخواین رو تعیین میکنید. ببینید تمام تنظیماتی هم که شما اینجا انجام میدین بر روی حجم فایل خروجی اثر مستقیم میذاره. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این تنظیمات رو لحاظ بکنم. میام روی فیلد آوتپوت منیجر، ادیت رو میزنم. ببینید زمانی که شما یه استپ تو نرم افزار آباکوس درست میکنین، آباکوس به صورت اتوماتیک میاد واسش یه فیلد آوتپوت و یه هیستوری آوتپوت درست میکنه. حالا من میخوام بیام همین رو تغییر بدم. اینجا که تنظیمات همش درست هست و در واقع در اینجا هم من میام و این دوتا مورد forces reactions و contact رو غیر فعال میکنم. علتش هم این هستش که خب ما تو مثلا مونه تماس داریم و من نمیخوام force و reaction ها رو به دست بیارم و فقط همین ستا واسم مهم هستن که در اینجا هم اونها رو نوشته. یعنی شما ببینید ما در اینجا مثلا خودش اومده به صورت دیفالت یو رو انتخاب کرده، یو اینجا نوشته شده، تو استرینز اومده پی ای رو انتخاب کرده، اینجا پی ای نوشته شده، و شما میتونید باز به این لیست یه سری تیک های دیگه رو اضافه بکنین که حالا من همینا رو به صورت دیفالت قبول میکنم و اوکی رو میزنم. حالا برمیگردم به اسلاید ها. نوبت میرسه به تعیین هیستوری آوتپوت ها. ببینید چون که ما توی این آنالیزمون اصلا در واقع نیازی به هیستوری آوتپوت ها نداریم، من همین هیستوری آوتپوتی هم که آباکوس به صورت دیفالت تعریف کرده رو غیر فعال کردم و الان به نرم افزار آباکوس میرم تا این کار رو انجام بدم. این پنجره رو میبندم، میام پنجره هیستوری آوتپوت منیجر رو باز میکنم و این رو به این حالا در میارم که یعنی کلا من خروجی هیستوری آوتپوتی نمیخوام. و حالا برمیگردم به اسلاید ها.
نوبت میرسه به ماژول لود و تعیین شرایط مرزی. ببینید شرایط مرزی رو شما میتونید تو هر استپ به صورت جداگانه تعریف بکنید و بگین آقا تو این استپ من این شرط مرزی رو دارم، تو این استپ دیگه یه سری شرط مرزی دیگه. الان من چون که خب باید تیر یه سرگیردار رو مدل بکنم، باید بیام یه سمتشو تمام درجات آزادیشو ببندم تا گیردار مدل بشه و اینو میخوام بیام تو استپ همون اولمون اعمال بکنم که اینو شرط مرزی از نوع مکانیکال هست و چون که میخوام روی در واقع درجات آزادی انتهای تیرم کنترل داشته باشم، حالت دیسپلیسمنت روتیشن رو انتخاب میکنم. زمانی که شما کانتینیو رو میزنین و اون ناحیه مورد نظرتون رو انتخاب میکنین، این پنجره باز میشه و در اون هم من اومدم تمام درجات آزادی رو بستم. به طور کلی زمانی که شما میایین و یه شرط مرزی واسه نرم افزار آباکوس تعریف میکنین، باید امپلیتیودش هم تعریف بکنه که حالا اینجا به صورت دیفالت رمپ هست، که رمپ به معنی در واقع خطی هست با شیب ثابت، یعنی در واقع منحنی با شیب ثابت میشه رمپ، که از تی مساوی 0 تا تی مساوی تایم پریود و از 0 تا مقداری که شما در اینجا گذاشتین تغییر میکنه. که خب چون که من اینجا 0 گذاشتم، پس یعنی کلن این خط روی مثلا یو مساوی 0 داره حرکت میکنه و یو 1 و یو 2 و یو 3 اون درجات آزادی ما در صفحه هستن، که همونطور که میدونین ما در صفحه 3 تا درجه آزادی داریم، یکی انتقال در راستای ایکس، یکی انتقال در راستای وای و یکی دوران حول محور زد که عمود بر صفحه هست، که اینها همون یو 1 یو 2 و یو آر 3 هستن. حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این تنظیمات رو انجام بدم. میام تو ماژول لود، میام روی create boundary condition، اسم استپ همو میذارم، اسم boundary condition همو میذارم fix end، توی استپ loading اعمال بشه از نوع mechanical و از نوع displacement rotation. continue رو میزنم، این قسمت رو انتخاب میکنم که انتهای تیرمون هست. حواستون باشه که این تیک غیر فعال باشه، چون که بی خودی میاد ست تعریف میکنه و یه ستایی تعریف میکنه که شما شاید اصلا به دردتون نخوره. و بعد دان رو میزنم، این پنجره باز شد و من میام یو 1 یو 2 یو 3 رو انتخاب میکنم و همشون هم به صورت دیفالت روی 0 هست و اوکی رو میزنم. ببینید اینجا یه سری علامت الان به مدل اضافه شد که در واقع سه تا علامت هن که دو تاشون نارنجی هن، یکیشون آبی رنگه، که این دو تا نارنجی مربوط به محدود کردن درجات آزادی در راستای ایکس و وای هستن و اون آبی هم مربوط به محدود کردن درجه آزادی حول محور زد هستش. حالا من برمیگردم به اسلاید ها. خب حالا میخوام بیام اون باری که به یه انتهای دیگه در واقع تیرم میخوام اعمال بکنم و تعریف کنم، که باز بارگذاری ها هم شما میتونین بیاین در واقع نسبت به استپ ها تعریف بکنین، که من خب توی همون استپ اولم میخوام یه باری به اسم تیپ لود اعمال بکنم که از نوع مکانیکال و کانسنتریتد فورس هست و زمانی که شما بعد از اینکه اون ناحیه اعمال بار رو انتخاب کردین، در واقع این پنجره براتون باز میشه که شما میتونین مؤلفه های نیروی متمرکز رو تعریف بکنین، که من در راستای ایکسش رو صفر گذاشتم و در راستای وایش رو این عدد گذاشتم، که این فرمولاسیون به این صورت خواهد بود که F مساوی CF1i به اضافه CF2j هست. اینجا هم بارگذاری رو به همون صورت رمپ گرفتم، چون که البته باز آنالیز استاتیکی هست، این که شما در اینجا چه عددی رو میذارین خیلی مهم نیستش. من به نرم افزار آباکوس میرم تا این تنظیمات رو هم انجام بدم. خب میام روی create load، تو همون استپ اولمون اسمش رو میذاریم حالا تیپ لود، توی استپ لودینگ که همون استپ اولمون هست از نوع مکانیکال یه کانسنتریتد فورس اعمال کردم، کانتینیو رو میزنم، یه ورش رو انتخاب میکنم، دان رو میزنم، اینجا صفر رو انتخاب میکنم و اینجا منهای 84 ممیز 375 رو وارد میکنم و اوکی رو میزنم. همونطور که میبینین یه باری در جهت عمودی و به سمت پایین اعمال میشه، که به سمت پایین هم به خاطر این هستش که ما منفی مقدار CF2 رو وارد کردیم. نوبت میرسه به مشبندی مدل. ببینید استراتژی و نحوه مشبندی توی نرم افزار آباکوس به این صورته که شما اول باید بیاین روی تمام لبه های مدل
سید یا اصطلاحاً یه سری دونه هایی بریزین که اینها در واقع محل تخریبی گره ها در موقعی هستن که قطعه به صورت کامل میستده میشه و شما زمانی که بیاین در واقع طول المان های روی لبه ها رو تعیین بکنین، خب عملاً باعث میشه که شما بیاین طول المان ها در کل مدل رو تعیین بکنید و بعد از اون باید بیاین استراتژی میسنی و اون تکنیک مشبندی و اینها رو هم تعیین بکنین و در نهایت بعد از اینکه نوع المان رو تعیین کردیم بیاین قطعتون رو مش بزنید. ببینید یه توضیح دیگه در مورد مشبندی بدم، هر نرم افزار المان محدودی که ماژول یا بخشی یا ابزاری برای مشبندی داره میتونه استراتژی مشبندی خودشو داشته باشه، چون اصلا این قضیه مشبندی ربطی به مهندسی مکانیک نداره و یک در واقع مسئله ریاضیه که شما فرض کنید میخواییم بیان یه حجمی رو یا حجم دلخواهی رو بیان و به یه سری اجزای کوچیک‌تر تقسیم کنین. این اصلا ربطی به مهندسی برق و مکانیک و عمران و شیمی و پلیمر و اینا اصلا نداره. این یک مسئله ریاضیه که در واقع باز توی مهندسی مکانیک و سایر مهندسی‌هایی که از تکنیک المان محدود یا اصلا از کلن از مشبندی استفاده می‌کنن در واقع وارد شده و توی نرم افزارهای ما اعمال شده. نرم افزار کامسول میتونه الگوریتم مشبندی خودشو داشته باشه، نرم افزار انسس الگوریتم مشبندی خودشو داشته باشه، اصلا همین پکیجایی که مخصوص مشبندی ان مثل این نرم افزار هایپر مش میتونه الگوریتم و استراتژی مشبندی خودشو داشته باشه. این مسئله در واقع یه حالت سلیقه‌ای داره و حالا اون عزیزانی که این نرم افزار آباکوس رو نوشتن و ماژول مشش رو نوشتن اینها در واقع این الگوریتم رو انتخاب کردن که حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا اپروکسیمت گلوبال سایز رو برای سید هام تعیین بکنم. میرم به ماژول مش، میام روی سید پارت اینستانس. ببینید در اینجا به ما یه اروری میده، میگه که dependent part instances cannot be edited or assigned mesh attributes. این علتش این هستش که ما توی ماژول اسمبلی اینستنسمون رو دیپندنت ایجاد کردیم و الان آبجکت روی حالت اسمبلیه. من اینو دیسمیس میکنم، میام آبجکت رو میذارم روی حالت پارت و ببینیم بیم انتخاب میشه و حالا میتونم مشم رو بزنم. اگه یادتون باشه من گفتم که تو ماژول اسمبلی در واقع زمانی که شما اینستنستون رو حالت دیپندنت ایجاد میکنین مش باید روی پارت زده بشه و این مش بعدن به اینستنس هم منتقل میشه. حالا میام دوباره سید پارت رو میزنم، اینجا اپروکسیمیت گلوبال سایز رو میزنم روی 1/10 و اوکی رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنین سید ها ایجاد شدن که اینها در واقع محل تقریبی گره هایی هستن که بعدن روی مدل ایجاد میشن و من دانو میزنم. حالا باید برم در واقع نوع المانم رو انتخاب بکنم، چون که این در واقع پارت ما الان یه وایر هست دیگه نیازی به تعیین تکنیک مشبندی نیستش و من الان فقط میام میخوام المانم رو انتخاب بکنم. میام روی element type میزنم، من الان از پنجره در واقع assign element type این کار رو انجام دادم. حالا برمیگردم به اسلاید ها. ببینید ما الان با یه همچین پنجره روبرو هستیم که از این قسمت شما باید کتابخونه المان رو تعیین کنین، از این قسمت باید خانواده المان رو تعیین بکنین، از این قسمت باید مرتبه هندسیش رو تعیین بکنین و در اینجا باید یه سری در واقع تنظیمات جانبی انجام بدین که در نهایت آباکوس میاد میگه که شما کدوم المان رو انتخاب کردین. تو آباکوس هر المان یه اسمی داره و در اینجا مثلا المان B21 انتخاب شده. چون که حلگری که من استفاده خواهم کرد حلگر آباکوس استاندارده، یعنی ببینید استپمون استپ استاتیک جنرال بود، حلگر استپ استاتیک جنرال آباکوس استاندارده، پس من در اینجا باید بیام element library رو بذارم رو حالت استاندارد و family رو باید بذارم روی حالت بیم، چون که من دارم یه بیم رو مدل میکنم. اینجا geometric order رو فرقی نداره که رو quadratic باشه یا روی linear، من میذارم روی همین linear باشه. این به این معنی که المان ما خطی خواهد بود که این المان خطی یا مرتبه یک همون المانی هستش که المان خطی هستش که توی درس المان محدود هم درس داده میشه معمولا و همه این تنظیمات رو هم باعث میشن که آباکوس المان B21 رو برای ما در نظر بگیره. همونطور که گفتم هر المانی توی آباکوس یه اسمی داره. ببینین المان B21 یه المانی هستش که دوتا نود داره، یعنی یه نود سرش داره یه دونه تهش داره، لینیره یعنی مرتبه یک از نوع بیمه و توی صفحه هست، یه المان صفحه‌ایه، چون ما خب فضای مدل سازیمونم تو دی پلانر بود دیگه، پس این هم تو صفحه خواهد بود.
حالا من به نرم افزار آباکوس میرم تا این تنظیمات رو اعمال بکنم. این که بعد رو حالت استاندارد باشه و لینیر و بیم به اینجام کاری نداریم و دوباره همون المان بی دو یک انتخاب شد و اوکی رو من میزنم. حالا میام روی مش پارت میزنم، از من میگه که از من سوال میپرسه که اوکی تو مشت پارت آیا پارتو مش بزنم، منم میگم یس و ببینید خیلی سریع مش اعمال شد. البته باز اگه شما هندستون پیچیده باشه انقدر سریع مش اعمال نمیشه و اینجا باز یه گزارشی به ما آباکوس داد که 20 تا المان روی مدل من ریخته شد که کاملا هم طبیعیه، چون که ما طول تیرمون 2 متر بود، فاصله هر دو تا سید از هم 1/10 گرفتیم، 2 تقسیم بر 1/10 میشه 20 و اینجا شما این گره ها رو مشاهده میکنید. حالا اگه من بخوام گره ها رو بهتر ببینم میتونم بیام روی شو مش سیدز بزنم و اینا باز همون سیدهایی هستن که این سیدها دیگه سیدهای نهایی هستن که در واقع استفاده شدن و حالا من اینو دوباره آنشو میکنم. حالا باید برم توی ماژول جاب و یه جاب رو تعریف بکنم. میام توی جاب، میرم توی کرییت جاب، اسم همین جاوان رو واسش در نظر میگیرم، سورسمونم مدل 1 خواهد بود، کانتینیو رو میزنم، تنظیمات دیفالت رو قبول میکنم و اوکی رو میزنم و حالا باید بیام جابمو سابمیت کنم. میام جابو سابمیت میکنم، اینجا آباکوس به من یه هشدار میده، میگه که آقا این مدلی که داری رام میکنی هیستوری آوتپوت نداره. خب ما خودمون بودیم که هیستوری آوتپوت رو غیر فعال کردیم و حواسمون هم بود، این داره میگه که حواست باشه و من اینجا یس رو میزنم و ببینین جابمون سابمیت شد. اینجا هم الان یه گزارش داده که جاب سابمیت شد. حالا من میتونم بیام با این مانیتور چک کنم ببینم که داره حل درست انجام میشه یا نه. ببینید اینجا الان نموهای زمانی دارم میرن جلو و در نهایت گفتش که جاب ما از این تاریخ شروع شد حلش و در این تاریخ هم حلش به پایان رسید. حالا من میتونم برم و خروجی ها رو ببینم. میام روی ریزالتس میزنم، مستقیما میره به ماژول ویژوالیزیشن. میام روی پلات کانتورز آن دیفورم شیپ میزنم و در اینجا شما کانتور تنش فون مایس رو میبینید. اگه بخوام اینو گنده ترش بکنم یا کلا تمام این نوشته ها رو گنده تر بکنم میتونم بیام روی ویوپورت، ویوپورت انوتیشن آپشنز و مثلا حالا من تو اینجا فقط لجند رو میخوام باشه، همین لجند رو میخوام باشه، فونتش هم میذارم روی 12، اوکی رو میزنم، اینجا هم اوکی رو میزنم و اینجا شما کانتور تنش فون مایس رو میبینین. حالا من میام یو رو انتخاب میکنم و از این بینم یو دو رو انتخاب میکنم. خب ببینیم ما این انتظار رو داشتیم که اینجا بیشترین جابجایی رو داشته باشه که 10^2 منهای 2 هست. حالا اگه من بخوام اینو یه بزرگ نمایی بکنم میتونم بیام روی کامان آپشنز، اینجا دیفورمیشن اسکیل فاکتور رو بذارم روی یونیفرم و مثلا بذارم روی 10. این فقط میاد چیکار میکنه؟ بزرگ نمایی میکنه اون جابجایی ها رو، اثری و اثری توی حل نداره. اوکی رو میزنم، ببینید این همون جابجایی ما هست که حالا 10 برابر شده و من در اینجا میخوام بیام این حل آباکوس رو که برای اینجا جابجایی 10^2 منهای 2 یعنی 1/100 متر رو در نظر گرفته ببینم حلش درست بوده یا نه. برمیگردم به اسلایدها. خب در اینجا همون در واقع کانتور رو مشاهده میکنید که البته اینجا کانتور جابجایی توتال هست که برابر رادیکال U1^2 به اضافه U2^2 هستش که در واقع اینجا هم باز بیشترین جابجایی رو 10^2 منهای 2 تشخیص داده. خب ببینید با توجه به اینکه در واقع ما یه مقطعی به این صورت برای تیرمون انتخاب کردیم و طولش هم این هست، با توجه به این فرمول که توی تمام کتاب‌های مقاومت مساله شما میتونیم پیدا بکنین، میتونیم بیاین و جابجایی این نقطه رو محاسبه بکنیم که اگر تمام این موارد رو جاگذاری بکنین عدد 1/100 متر برای لبه محاسبه میشه که خب ما مقدار نیرومون 84.375 نیوتن بود، طولمون طول تیرمون 2 متره، مدول یانگمون 200 گیگاپاسکاله و من مامان صد هم با توجه به این رابطه حساب کردم که به ما 1/100 متر رو داده و این نشون میده که در واقع حل آباکوس درست بوده، چون ما الان اومدیم با یه رابطه تحلیلی که قبلا هم اثبات شده که درست هست اومدیم جوابای آباکوسمون رو مقایسه کردیم و چون که جوابا کاملا همخونی داشتن و خطایی هم البته اینجا نداشتیم، چون خب این مثالمون هم باز مثال ساده‌ای بوده و با یه مش که خیلی هم درست نیست
خیلی هم ریز نیست و حالا خیلی هم درشت نیست و مقدارش متوسطه، تونستیم به یه جواب دقیق برسیم. این نشون میده که در واقع حل آباکوس کامل بوده و این حلی که ما انجام دادیم ولید شد. خب امیدوارم که این فیلم آموزشی براتون مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.